آموزش HTML 5. در این بخش آموزشی می‌خوایم به ایجاد متون توپر و ایتالیک یا همون متون کج بپردازیم. اعمال کردن شیوه‌های توپر و یا ایتالیک دو روش برای برجسته کردن متن و جلب توجه روی اون متنه. معمولاً از این شیوه بیشتر در پاراگراف‌ها به جای تیترها استفاده می‌کنن، اما در صورت نیاز می‌تونید از اونها در هر جایی استفاده کنید. برای توپر و ایتالیک کردن به ترتیب از تگ‌های دو طرفه I و B در HTML 5 استفاده می‌کنیم. این دو تگ محتویات بین تگ‌های باز و بسته رو توپر یا ایتالیک می‌کنه. برای درک بهتر میایم در اینجا به عنوان مثال تگ بولد رو یا همون B رو ایجاد می‌کنیم به این صورت و تگ بسته اون رو هم به وجود میاریم. حالا متن رو در بین تگ باز و بسته B می‌نویسیم. به عنوان مثال آموزش طراحی وبسایت. متن رو سیو می‌کنیم. میایم یک بار صفحه رو رفرش می‌کنیم. به این ترتیبی که می‌بینید متن به صورت توپر و ایتالیک هستش. برای اینکه تغییرات و در واقع فرق رو ببینید در اینجا یک پاراگراف عادی ایجاد می‌کنیم تا تفاوت توپر رو ببینید که به چه شکل این کار رو انجام میده. پاراگرافی که ایجاد می‌کنیم متن رو توپر یا همون بولد نمی‌کنه و فقط به صورت ساده نمایش میده. آموزش طراحی وبسایت رو در اینجا هم می‌نویسیم، صفحه رو رفرش می‌کنیم. همونطوری که می‌بینید این متن که یک پاراگراف است با متنی که در حالت توپر قرار گرفته فرق داره. در واقع پی که در اینجا نوشتیم یا همون پاراگراف یک متن ساده و بدون حالت توپر هسته که متن دوم ما رو تشکیل میده و متن رو که بین تگ باز و بسته بی قرار دادیم که مخفف بولد هست به صورت توپر به نمایش در میاد. پس در HTML هر وقت خواستید که متن رو به صورت توپر نمایش بدید بین تگ باز و بسته بی قرار بدید که مخفف بولد هستش. حالا اگر ما بخوایم که متن رو به صورت کج نمایش بدیم یا همون ایتالیک، تگ آی رو به این صورت قرار میدیم که در واقع مخفف ایتالیک هستش و تگ بسته اون رو هم به وجود میاریم. حالا متن دلخواه خودتون رو در بین تگ های باز و بسته اون مینویسیم. آموزش طراحی وبسایت رو فرق نمیکنه متن چی باشه. یک بار صفحه رو سیو میکنیم و در اینجا رفرش رو انجام میدیم. همونطور که مشاهده میکنیم متن به صورت کج به نمایش در میاد و به این حالت حالت ایتالیک گفته میشه. پس برای به وجود آوردن متن توپر از تگ بی استفاده میکنی که در واقع بولد میکنه و برای نمایش متون به صورت کج یا همون ایتالیک از تگ آی استفاده میکنی. حالا اگه نیاز بود که هر دو حالت رو همزمان به کار بگیریم باید چیکار کرد؟ یعنی شما شاید نیاز داشته باشید که یک متن رو همزمان هم به صورت توپر یعنی بولد و هم به صورت ایتالیک به کار بگیریم. برای این کار میتونین به راحتی تگ‌ها رو به روش اصولی به صورت حلقه داخل هم قرار بدیم. به چه شکل؟ به عنوان مثال من در ابتدا تگ بی یا همون بولد رو قرار میدم و تگ بسته اون رو هم به وجود میارم. داخل تگ بولد میام تگ ایتالیک یا همون آی رو به وجود میارم به این شکل تا تگ بسته اون هم به وجود بیاد. به روش نگارشی و نوع قرارگیری تگ‌ها دقت کنین. تگ بولد که تگ باز بولد هستش و تگ بسته اون رو به وجود آوردم و تگ آی که در واقع تگ کج یا حالت ایتالیک هست رو هم داخل تگ بولد قرار دادم. به این صورت متن خودم رو داخل تگ آی می نویسم. آموزش طراحی وبسایت. خب در این حالت هم حالت بولد و هم ایتالیک روی این متن اعمال میشه. برای دیدن نتیجه صفحه رو رفرش میکنم. در اینجا مشاهده میکنین که متن من هم به صورت در واقع کج و هم به صورت بولد به نمایش در اومده. حتی شما میتونید یک پاراگراف مجزا هم ایجاد کنید. به چه شکل؟ در بخش کد نویسی میایین همه این متون رو داخل یک تگ پی قرار میدیم به این صورت و تگ بسته اون رو به وجود میاریم. پاراگراف از اینجا کپی میکنم به این صورت در اینجا پیست میکنم تا تگ بسته اون به وجود بیاد. سیو میکنم و نتیجه رو یک بار رفرش میکنم تا مشاهده کنید. اگر شما هم با تکرار شدن متن مواجه شدید میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. همونطور که در اینجا مشاهده میکنید متن من هم به صورت در واقع ایتالیک و هم به صورت بولد همزمان به نمایش در میاد. اگر من تگ پی رو یا همون تگ پاراگراف رو از اینجا بردارم به این صورت و فایل رو ذخیره کنم وقتی که صفحه رو ببینم میبینید که متن تکرار شده. چرا متن تکرار شده در اینجا؟ به این دلیل که مرورگر یک بار متن من رو با حالت آی یا ایتالیک نمایش میده و بار دیگه همون رو به صورت بولد نمایش میده و نمیتونه اینها رو تفکیک کنه و در واقع به ما
متن رو بدون اینکه تکرار کنه به صورت ایتالیک و بولد همزمان نمایش بده. بنابراین ما برای اینکه این مشکل رو برطرف کنیم میایم هر دوتای این کد ها رو یعنی بولد و ایتالیک رو به این صورت داخل تگ پی که مخفف تگ پاراگراف هست قرار میدیم. تگ پی رو ایجاد میکنیم و سپس میایم کد ها رو به صورت بولد و آی به ترتیب درون هم مینویسیم به این شکل و وقتی که رفرش کنیم میبینید که متن بدون مشکل در اینجا به نمایش در میاد و دیگه تکرار هم نمیشه، یعنی هم به صورت بولد به نمایش در میاد هم ایتالیک و هر دو فرمت روی متن اعمال میشه. به این راحتی شما میتونید از حالت بولد و ایتالیک چه به صورت مجزا و چه به صورت همزمان برای متون خودتون در HTML استفاده کنید.